سلام، عرض ادب و احترام. خیلی وقت هست که تحلیل برجامی نداشتیم، یه بررسی کنیم برجام رو. من هنوز هم معتقدم تحلیل های برجامی که در گذشته داشتم کاملا منطبق با شرط امروز درست بوده. ببینید، مذاکرات وین مذاکرات احیای برجام قبلیه. خب حالا توش صحبت هایی هستش که تضمین هایی گرفته شد، یعنی در واقع مذاکرات احیای برجام قبلیه. نکته، برجامی که شکل گرفت و در واقع ترامپ ازش خارج شد و الان دارن مذاکره میکنن، آیا توانایی این رو داره که اتفاقات دنیا رو در واقع داخلش لحاظ کنن؟ نه. بیاید بررسی کنیم ما تو برجام تو چه سمت و سوی هستیم. دموکرات ها رو داریم که در واقع آقای بایدن تمایل داره با در واقع بیاد تو برجام. ما یک طیفی هم در آمریکا داریم که مخالف حضور برجامن. خب پس آمریکا در شرط کنونی تو یک فضایی قرار گرفته که باید بین بد و بدتر انتخاب کنه. این بد و بدتر رو بیاد تشخیص بدیم. نکته اول، هم ایران رو باید ببینیم هم آمریکا رو. نکته اول راجع به آمریکا، من پترودلار رو قبلا توضیح دادم، باز کوتاه میگم که تکراری هم نباشه. ببینید، وقتی حامل‌های انرژی افزایش پیدا کنه و در بازده دراز مدت بالا بمونه، یک اتفاقی رخ میده. بنزین توی آمریکا گرون میشه. وقتی بنزین گرون میشه، مردم که 70-80 درصدشون زیر $1,000 درآمد دارن نمیتونن بدهی‌هاشون رو به بنگاه‌های وامده بدن. دومینوی ورشکستگی اتفاق میفته. آمریکا همیشه میتونه از طریق شرکای انرژی خودش مثل عربستان حامل انرژی رو ارزون کنه. اساسا گرون میکرد، دلار رو به نوبشونه جمع میکرد، بعد ارزون میکرد که تورم کشورش رو نگیره. توی ساختار قبلا عربستان این کارو میکرد، مثل 2014 که نفت از $10 رو یک شب آورد کرد $40، 50% کاهش داد. حالا یک اتفاقی داره میفته، این انرژی پایین نمیاد. پس منطقه ما نباید کان بحران باشه. از یک طرف آمریکا نیاز داره انرژی رو در واقع بیاره پایین. خیلی هم میپرسن که خود آمریکا نفت داره، این نفت گرون در میاد. دوستان، عربستان تمام نفتی که استخراج میکنه $8 برش تمام میشه، برای ایران $9. نفت شل آمریکا $40 تا $60 تمام میشه. صحبت هایی هستش که تکنولوژی باعث شده کمی بیاد پایین، ولی تو این $40 تا $60، یعنی نفت بالای $80 تازه صرفه اقتصادی پیدا میکنه برای آمریکا. الان نفت بالای $100، اما این با نفت بالای $80 خدا آمریکا دوباره همون کاری که ما توضیح دادیم رقم میزنه، یعنی بنزین گرونه و مردم آمریکا دچار این مشکل میکنه. تو برجامه اینا میگن که آقا ما با ایران ببندیم، کانون بحران که منطقه انرژی هست با ثبات بشه. از طرفی جمهوری خواه میگن نه، این باعث قدرت ایران میشه. چرا باعث قدرت ایران میشه؟ توافق آمریکا و ایران توافقی هستش که در واقع ایران رو مسلط میکنه به منطقه به عنوان هویت جدید. حالا این ایران مسلط شده بر منطقه به عنوان هویت جدید یک تغییرات ایجاد میکنه. وقتی یک هویت جدید ایجاد میشه، کشورهای پیرامونشون باید ساختارهای سیاسیشون رو با اون هماهنگ کنن. اینجا جمهوری خواه مخالفن. خب دموکرات ها میگن اگه بریم ببندیم این اتفاق میفته، اگه نبندیم انرژی بالاه، چیکار کنیم؟ اینجا رو صبر کنید، من یه نگاهی هم به ایران داشته باشم. ایران نگاه میکنه به این برجامه. خب این برجامه چی قراره به ما بده؟ نفتمونو بفروشیم. بخشی از تحریم‌های کاتسایی برداشته شد دیگه، قرار نیستش که آیسا و یوترن رو بردارن. یعنی ما تو چرخه دلاری مشکل داریم. حالا صحبت هایی هست، یکی دو تا بانک توی آلمان
در واقع مجزا از اون ساختارهای FATF و یوترن و اینا کار جابجایی پول رو انجام بدن، که ما تو دوره قبل هم اینو داشتیم و به مشکل خوردیم. اساسا 70-80 میلیارد دلار 20 میلیارد دلاری که بیرون داشتیم بخاطر همین بود. یعنی بعضی از بانک‌ها از این دوتا بانک تبعیت ندارن، السی باز نمی‌کردن. این فضایی که اونا تعریف می‌کنن، ما اساسا تو این برجام در واقع هزار ایرادگونه میرفتیم به سمتی که نفتمون رو بهتر بفروشیم، تو برگشت پولمون مشکل داشتیم، توافقاتی هم که انجام میشد در واقع توافقات تجاری بود که زیاد برای ما منافع نداشت. مثلا 20 میلیارد دلار توافقی که با ترکیه داشتیم بعد از امضای در واقع برجام تا 20 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد، ما زیاد سود نمی کردیم. دلایلی داره که نمیخوام واردش بشم چون خیلی از تحلیل منحرف میشیم. تو این فضا نفتمون رو داریم میفروشیم و همینطور در امتدادش توافقات تجاریمون رو داریم با چین بستیم. پس بخشی از چیزی که برجام میخواست به ما بده با اتفاقاتی که در دنیا رخ داده برای ما حصول شده. اینه یه نکته مهمی ها. این برجامه یه در واقع ظرفیتی داره، این ظرفیت کمه. خب این ظرفیت کم رو ما الان به خاطر شرایط دنیا بخش عمده‌اش رو داریم انجام میدیم. یعنی اون برجامه گلستان نبود که تمام درها به روی ما باز شه، آبراههایی بود، باریکه آب در واقع یک باریکه‌ای بود که در واقع میتونست برای ما یک ورودی هایی داشته باشه. خب اون ورودی های ما الان داریم. چه اتفاقی داره میفته؟ بیاید به این نگاه کنیم به این شکل. یکی دریچه دیگه هم تو آمریکا وجود داره. این که بیاید از فضای برجام بریم کنار. این برجامه چیه؟ این برجامه جوابگویه، خود این برجامه جوابگویه تحولات الان دنیا نیست. یعنی شما تو این برجام نمیتونید تمام این مسائل رو توش لحاظ کنید، خودش گنجایش نداره. خب حالا برای اینکه بریم به سمت یک در واقع مذاکرات مستقیم فارغ از برجام، نیاز هستش که دو کشور به هم پوانهای درشتی بدن. پوان درشت در مقابل پوان درشت، همیشه راجبه صحبت هم تعالی برجامی، مثل چرخش سیاسی آمریکا به سمت چین زمان ماو نیکسون یه تفاوتایی داره. آمریکا رفت سمت چین، حجم سرمایه رو برد، چین هم درهاشو باز کرد برای تغییر. اما آمریکا نرفت ایدئولوژی چین رو تغییر بده. یعنی چین این فرصت رو داشت که اون نگاه کنفوسیوسی و آیین‌ها و سنت‌هاشو حفظ کنه، نظام سرمایه‌داری رو هم در واقع تو اون ترکیب کنه. اما توی اون مقطع چه کشوری ضربه خورد؟ ژاپن. ژاپن بعد از جنگ دوم که توسط بریتانیا ترغیب شد به ائتلاف اینا به پیونده، اومد صنعتی شد، کار سرمایه اومد، بازار رو گرفت، ولی به خاطر نیاز که آمریکا به سمت چین داشت و سرمایه رفت اون سمت، ژاپن قربانی شد دیگه، اون بازارها رو نداشت، دادن به چین. این وره داستان هم فرق داره، منطقه ما اونجا نیست. حالا فرض کنید آمریکا نیاز داره چرخش سیاسی کنه به ایران. دوستان وضعیت خیلی برای اروپا آمریکا بغرنجه ها. امروز آقای شولتز صدر اعظم آلمان یه حرف تکان دهنده زد، گفت 5% تولید ناخالص ملیمون کاهش پیدا کرده با همین مسائل تحریم‌های گازی و افزایش شامل انرژی. 2.5% اینا از تولید ناخالص ملیشون رو گفتن اوایل میخوایم بدیم برای تسلیه کشور آلمان، ارتشش، خاطر این اتفاقات. اون 2.5% 100 میلیارد دلار بود. حالا میگه 5% تولید ناخالص ملیمون کم شده، یعنی 200 میلیارد دلار فقط آلمان صدمه دیده. فرانسه رو بیارید، انگلیس رو بیارید، کل اروپا رو بیارید، آمریکا رو بیارید، چند تریلیون دلار اونم توی این مدت چه تأثیری داره؟ اینا رو نمی‌کنن، خیلی فجیعه این میزان. حالا اینا نیاز دارن که حاملای انرژی بیارن پایین، جایگزین‌های انرژی داشته باشن،
فشار بر روسیه را از طرف ما بیشتر کنن، خب نیاز به یک چرخش سیاسی بزرگه. توی چرخش سیاسی نمیتونه بیاد بگه موشک تو بده، اینجوری نیست، باید به پوان بده، پوانهای درشت بده، قدرت منطقه ایران رو بپذیره، حمایت از اسرائیل رو کاهش بده، فضای سیاست‌های عربستان رو، فضای سیاست‌های ضد ایرانی عربستان رو سرکوب کنه که روسیه رو از طریق ایران مهار کنه. تو این ساختار اما یه مشکلی هست. اون ژاپنه هیچ کاره بود در مقابل چرخش آمریکا به سمت چین. ولی تو منطقه ما اینطور نیست. اسرائیل هست، عربستان هست. عربستان سرپل نجات همیشگی آمریکاست تو بخش پترودلار. جمع کردن دلار بدون پشتوانه سرمایه گذاری تو آمریکا، پایین آوردن عامل انرژی. معیشه عربستان میگه دارم بررسی میکنم با چین یوان به نفت معامله کنم، میخواد فشار به آمریکا بیاره. ترکیه رو داری با اسرائیل میبندم، یا آقا چرخش سیاسی به سمت ایران نکن، ما گاز و نفت اقلیمو میاریم، وارد درگیری هم میشیم. پس ببینید مشکل همینجاست. ما تو یک فضای قرار داریم که این برجامه توانایی نیازهای آمریکا رو در واقع نداره برای برآورده کردن. این برجامه چیزهایی رو به ایران میخواد بده محدود که خودمون بر اساس اتفاقاتی که داره رخ میده به دست آوردیم. حالا تصمیم دموکرات ها بر اساس اومدن به برجام تصمیم بدیه. تصمیم جمهوری خواها برای نیومدن به برجام اون هم تصمیم بدیه، چون حاملا انرژی میتونه از طریق شوک و اساسا میزان تنش باز بالا بمونه و حتی ایران میتونه اتمی شه. برای چرخش سیاسی به سمت ایران و کنار زدن برجام و یک فضای بسیار وسیع برای تصمیمات بزرگ، ترکیه، اسرائیل، عربستان، شرکای اصلی آمریکا مخالفت میکنن. این هم یک چیز میخوام بگم که آمریکا یک شرایط بسیار عجیبی داره و اساساً برجام امروز هم مذاکرات وین، مذاکرات احیای برجام بوده. از روز اولم گفتم پوان درشت در مقابل پوان درشت. به تحلیل برجام منو ببینید، چرخش سیاسی آمریکا به سمت ایران، به جز اون این برجام پاسخگو نیست. تازه اون موقع این حجم از تنش‌ها نبود، ولی ما این تنش‌ها رو در واقع پیش بینی کرده بودیم. و اگر این فضا اتفاق نیفته، گستره درگیری نظامی دنیا قطعی خواهد بود. یعنی عدم مدیریت و میزان ضرر اقتصادی به قدری بالاست که دیگه نمیرن به سمت این که حالا تا دو سال دیگه بخوان گاز جایگزین کنن. دیگه از این فضاها نیست. این میزان آسیبی که دارن میبینن اینقدر زیاده که وارد درگیری خواهند شد. این شرایط به این سمت داره پیش میره، بسیار جدیه. و برجام امروز برجامی هستش که ایران نیازی بهش نداره. یعنی اون چیزی که میخواد به ایران بده رو ایران با توجه شرط کنی به دست آورده. و اساس ماجرا این هستش که آن چیزی که به ما میتونه بده برجام این هستش که ما مسلط به منطقه بشیم. این هم در واقع با فرایندهایی که داره اتفاق میفته امکان پذیر نخواهد بود، چون کشورهای پیرامون ما دارن به سمت ائتلاف و شروع درگیری مستقل از آمریکا با ایران. پس میبینید برای آمریکا شاید بسیار پیچیده است و اساساً برجام امروز با تصویب یا بدون تصویب تأثیر چندانی در منطقه و بخشای اقتصادی ما نخواهد داشت. ما توی بخش منطقه وارد چالش خواهیم شد، در بخش منافع اقتصادی هم با توجه به تغییراتی که در دنیا داره شکل میگیره، منافع اقتصادی ما از اون چیزی که برجام می‌خواست بده اتفاق افتاده. برای آمریکا سه تصمیم بدتر چرخش سیاسی که اون هم به خاطر مخالفت هم اتحادیهاش در منطقه ما کاملا منتفی شده. این وضعیت برجام، یعنی تحلیل امروز برجام اینه، گره برجام اینه. برجام توانایی برآورده کردن انتظارات دو طرف مقابل رو نداره و اساساً به جز برجام هم
پیچیدگی امروز و این نقطه جغرافیای ایران باعث شده که حتی آمریکا برای چرخش سیاسی به سمت ایران هم مشکل داشته باشه و نیازش به ایران بسیار بالا. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. معتقدم کم کم داریم وارد فضایی میشیم که دیپلماسی کنار گذاشته میشه و میدان هست که تصمیم گیر خواهد بود. یعنی دیپلماسی هر هنری که داشته تا امروز پیاده کرده، از امروز فضا میره به سمت تصمیمات میدان. بعد این بسیار جدیه. فکر میکنم در تا برجام نگاهمون باید به این شکل باشه که این برجام در برهه کنونی برجامی نیستش که بتونه 1% از انتظارات طرفین رو برآورده کنه. درود بر شما. این بررسی بود بر وضعیت برجامی و اساساً شرایطی که دو طرف دارن و باهاش روبرو هستن. امیدوارم مطلوب فایده بوده باشه. پاینده ایران عزیزمان.